سلام بینندای بسیار عزیز و گرامی تلویزیون هزار ولت، امیدوار هستم که در پناه خداوند عالم باشین و روز و شب خوش را سپری کنید. ما در این هفته یک مهمان عزیز داریم، یک مهمان عزیز که بچه جوان، بچه پرکار و با استعداد است. این جوان تحصیلات خود در شهر تورنتو کانادا در بخش هنر فیلمسازی با پایان رسانده، که البته بعد از ختم تحصیل دستاوردهای هم در بخش هنر فیلمسازی داره، فیلم های بسیار بلند و فیلم های کوتاه تهیه کرده. بینندگان بسیار از گرامی، مهمان عزیز ما علی اکبر جان اکبر کمال هستند. علی اکبر جان اکبر کمال، بسیار خوش آمدین در تلویزیون هزار ولت. لطفا یک کم ذرا معلومات بتین که شما در تورنتو درس و تحصیل خود اینجا تمام کردین، با چی کارها اینجا مصروف هستید، این کارهای هنری را از کجا آغاز کردین، کارهای هنری فیلمسازی را؟ تشکر آقای کلانتارزاده. Thank you for having me here and I'm very grateful to be here and thank you to the Hazara world for having me. من در سال 2010 در تورنتو فیلم سکول رفتم و کامرمنی و ادیتینگ اونجا یاد گرفتم. در سال 2012 من گراجویت شدم و یک چند تا شورت فیلم جور کردم. یک شورت فیلم ما برنده شد در یک فستیوال، وایلد ساوند فیلم فستیوال. باز بعد از او رفتم افغانستان در کابل که یک فیچر فیلم جور کنم و کار کردم. این فیلم های کوتاه را که جور کردی اکبر جان، این فیلم ها با ارتباط چی هست؟ بسیاریشون اکشن تریلر هستن، اما درباره سختی های افغانستان است. مثلا یک فیلم ما، یک نیوز شنیدم که یک عسکری امریکایی یک فامیل افغان در افغانستان کشته بود. سو ما هم دربارش یک شورت فیلم جور کردیم که یک بچه مو فامیل زنده میمانه، بس پس اینجا من قصد خود میگره و هم تک اکشن. سو بله، شورت فیلم های ما بسیار شایم اکشن است، تریلر است، یک کمکی کانتروورشال هم است. این فیلم های کوتاهی که اکبر جان جور کردی، این داستان از خودت بوده؟ بله، رایتینگش همیشه خودم میکنم. امی فیلم جور کردن از سی این داستانش جور کردنش بسیار خوشم میاد. این فیلم ها رو در تورنتو جور کردی یا مثلا در کابل هم جور کردی؟ یا فیلم های کوتاه را؟ فیلم های کوتاه را کلش در کانادا جور کردیم. کلش در کانادا جور کردی؟ بعد این فیلم های کوتاه را در کجا در نمایش گذاشتین شما؟ در فستیوال ها نشان دادیم، اما یک فیلم... فستیوال؟ بله بله. خب. یک فیلم هم نامش سایکل بود و نمبر یک شد در یک وایلد ساوند فیلم فستیوال. و بله، امیدم فستیوال ها نشان میدادیم. اکبر جان، این فستیوال در تورنتو بوده یا کدام شهر دیگه، کانادا یا مثلا در کدام کشور دیگه بوده؟ این فستیوال هایی که فیلم خودت مقام اول گرفت. اما مقام اولش گرفتم در تورنتو بود، در داون تاون تورنتو. بله بله. دیگه در این فستیوال از کدام کشور ها، فیلم های کدام کشور ها اینجا بوده؟ در اون فستیوال که من برنده شدم کلشان از کانادا بود اکچولی، و در چند تای دیگه که بودم از هندوستان بودن و از چینا بودن. در این فستیوال ها فیلم از هر کجی دنیا میان. خب بسیار خوب. بله. من قرار که خبر شدم یک فیلم بسیار خوب سینمایی را که در او فیلم خودت باعث دایرکتر هم بودی، نویسنده فیلم هم بودی، این فیلم به نام نقاب‌پوش بوده که در کابل تهیه شده. اگر در مورد فیلم نقاب‌پوش یک کم ذرا معلومات بدی که چطور یک ایده یا یک فکر برای خودت به وجود آمد که این فیلم هم داستانش بنویسی و هم این فیلم دایرکت کنی این فیلم؟ فیلم فیسلس ما میخواستیم که یک فیلمی جور کنیم که خوب داستان داشته باشه، سختی های افغانستان نشان بده، اما برای انترتینمنت هم باشه. بسیاری فیلم ها که از افغانستان میاد بسیار بسیار جگرخونی است، داخلی بسیار ناکامی است و اگر راست هم بگم یک کمکی بورینگ هم است، و ما قصد ما می بود که یک فیلم کمرشال جور کنیم. بله بله. Something for fun که نفر ها بله. ساعتشان تیر شد. چطور تو یک کانتکت بر خودت پیدا شد که مثلا با دوستایی که هنرمندایی که در فیلم کار کردن
در نقش مرکزی یا در سایر نقش‌ها چطور کانتکت با شما برقرار کرد که باز رفتین افغانستان فیلم درست کردین؟ بچه فیلم همین شمس خان در مکتب من میرفت، ما در فیلم پروڈکشن بودم و او در اکتنگ دیپارتمنت بود. خب در تورنتو؟ بله بله. باز اونجا یک دیگه آشنا شدیم، باز بعد از مکتب او رفت افغانستان، من اینجا بودم. باز او مرا زنگ زد گفت اگر میخوای بیادم افغانستان یک فیلم یک جای جور کنیم. باز من سکریپت نشته کم، سکریپت به او رای کردم، باز او اکتر یافت، لوکیشن یافت، باز من اونجا رفتم، باز جور کردیم فیلم. این فیلم خو همین نوشته زیر داستان زیر این خودت جور کردی؟ باز این بچه فیلم که گفتی آقای شمس خان این موافقه کرد در داستان از فیلم همراه خودت؟ آه بله، داستان بسیار خوشش آمد اکچولی، بخاطر بسیار رول خوب بود، یک رول یک آدمی بود بسیار with high morals و جنگی هم بود. داستان بسیار خوشش آمد. بعد از اینکه شما رفتین کابل فیلم ها را در کدام بخشای همین فیلم نقاب پوش در کدام بخشای افغانستان ایر فیلم برداری کردین شما؟ راست اگر بگم دم کابل کش فیلم برداری کردیم، اما ما که اونجا بودم همیشه فکرم دمی فیلم همیشه بود که چی رقم جور کنیم، چی کار داریم. صبح تو دیادم جایش نمانده بلد. اما میفهم که در قصر ما شوت کردیم، قصر را میتو خب در کل سر از فیلم تبصره شده از یک چند تلویزیون داخله که در کابل فعالیت دارد، مثلا تلویزیون طلوع هم در باری از فیلم تبصره کردن. این فیلم از نگاه هنری و هنرمندایی که در بخش های مختلف از این فیلم کار کرده، این فیلم بسیار یک فیلم خوب و کامیاب و موفق نسبت به فیلم هایی که در افغانستان تولید میشه، این فیلم بسیار یک فیلم خوب یافتن. آیا شما در آینده اتو پلان دارین که دیگه مثلا یک سناریوی خوب، یک داستان خوب پیدا کنین و یک فیلم خوب دایرکت کنین؟ پلان بسیار زیاد است. امیالیم در یک فیلمی وحشتناکی ما کار کرده رایستیم، در جریان پری پروڈکشن هستیم، سو پری پروڈکشن پلانینگ داریم و پلان زیاد است. اصلی دریم ما است که فیلم های افغانی جور کنم، سینما افغانستان کمک بالا ببرم، اما کمک وقت میگیره. باز میبینیم بیننده بسیار عزیز گرامی، در این بخش توجه شما را جلب میکنم به یک بخش کوتاه از فیلم نقاب پوش که علی اکبر جان هم نویسنده از فیلم بوده هم دایرکتر از فیلم بوده. شما توجه کنید در این بخش از فیلم نقاب پوش که دوباره بر میگردیم. بعضی چیزها ما در مورد از این لاکت شنیدیم، مثلا این که کسی که لاکت می داشته باشه و یک قهرمان می باشه. جاوید احمد هستی؟ کوشش کن که هر قدر می تانی کافران را بکش. قهرمان نقاب‌پوش 15 اطفال را از چنگ توریستان از یک فابریکه کهنه کابل نجات داد. و تکون هم چه ریاسته مدن قابوش افشا نشده. لاکو چگم از خریف؟ این دختر قرآن شریف را در داده، آن ما اینه در میتیم. ما قرآن کریم را در ندادیم. ما یه چی کسی نمیمانیم که موزیکی تو شما. بیننده‌های بسیار از گرامی، دوباره خوش آمدین و برنامه خود ادامه میتیم به ارتباط فیلم هایی که علی اکبر جان درست کردن. علی اکبر جان یک سوال دیگر هم اگر شما لطفا جواب بتین که برای اولین بار وقتی که فیلم نقاب‌پوش شما جور کردین و تهیه کردین،
در کجا نمایش دادین این فیلم؟ در اسکرین کجا؟ به کدام کشورها؟ اولین بار که نمایش دادیم در شهر تورنتو بود، در سه دیفرنت سینما بود. بله. و برای دو هفته بود. افغانان بسیار همکاری کردن و بسیار سپورت کردن ما را، و افغان جوان تیوی ما را بسیار پروموت هم کرد در تورنتو هم، در مونتریال هم که در مونتریال هم سکرینینگ داشتیم. افغان جوان ما را بسیار کمک کرد. و یک شای ریجاینا ساسکاچوان هم یک دو شو بود، هاوس فول بود. بله. سو یا در کانادا در سه شهر بود. خب یعنی در شهر تورنتو برای بار اول بود در سه سینما که به نمایش گذاشته شد، و در شهر مونتریال به نمایش گذاشته شد، و یک شهر سومی هم به نمایش گذاشت. زیاد افغان ها آمده بود اینجا، شما را افغان ها تشویق کرد؟ بله بله. مونتریال و ریجاینا هر دو شهر تو سینما پر بوده، جای نبود. دمی تورنتو هم در سه چهار شب اول سینما پر بود، بعد از اون مقبت نبود. بسیار بسیار سپورت کردن افغان ما را. I'm very happy. خب بعد از این فیلم، وقتی که این فیلم رفت در اکران رفت، یعنی شما فعلا در حال فیلم برداری یا تهیه یک فیلم وحشتناک؟ این فیلم وحشتناک چی نام داره علی اکبر جان؟ نامش سکریفایس است، The Sacrifice. اما it's too early to say anything. بخاطر هنوز هم فاندینگ پای در آیستیم و پرودوسر پای در آیستیم، اما فیلم وحشتناک. این فیلم در تورنتو تهیه میکنین؟ بله، این فیلم را پلان داریم در تورنتو جور کنیم. خب باز اکتور و اکتریس های از یا اینجا کیست؟ آیا از خود افغان های داخل تورنتو یا از کشورهای خارج آمده افغان های ما؟ کی در این فیلم ها اکثرا نقش داره، افغان های ما هست یا از کانادایی هم کسی هست؟ نه، این فیلم ما میخواهیم که کدی نیم کانادایی باشه و نیم افغانی باشه، به خاطر که پلان ما ایست که یک فیلم کانادایی جور کنم که کمک پول زیادتر بیه، بازو پول گرفته فیلم های افغانی جور کنم. اگر فیلم افغانی جور کنم، فیلم افغانی و مارکت نداره، یک فیلم جور میکنم باز خلاص. سو پلان می است که فیلم اینجا جور کنم، باز یک کمک پول آمد، باز یک 5 6 تا فیلم پشت افغانی جور کنم. این تو داری لایک 100%. علی اکبر جان، خودت گپ زدی که از کدام فیلم دستری کانادا، کدام کمپانی، شرکت گپ زدین به خاطر از فیلم؟ که امرو یک جای مشترک، یک فیلم مشترک افغانی و کانادایی جور کنین. بله، کدی پرایویت اینوستر ها گپ زده استیم زیاد، اما هنوز هم در جریانی پری پروڈکشن استیم. سو 100% چیزی گفته نمیشه. ولی خیر، پلان دارن که در آینده امرای یک کدام کمپانی فیلمسازی کانادا گپ بزنین و یک فیلم مشترک تهیه کنین؟ نه، فور ناو پلان ما کدی پرایویت اینوستر هاست. خب بله، بخاطر کدی کمپانی های کلان که بریم، باز باید کدی یونین بریم، باز پیسه زیاد، بسیار کامپلیکیشن زیاد است. سو امیالی که پرایویت اینوستر ها بریم، باز کار که کلان تر شده رفت، باز کدی کمپانی های کلان آیستا آیستا بخیر میریم. از کابل هم هنرمندایی که مثلا در کابل است، اونا از خود دعوت کرده که مثلا که از وا همکاری کنین، یک فیلم تهیه کنین، بخش مثلا یک داستان خوب، یک فیلم خوب سینمایی امرو که از هنرمندایی که در کابل است در آینده پلان دارین؟ او 100% پلان داریم. یک اکتر افغان است، نامش ایمان است، ایمان افغانستان. خب اینجا آمده بود، پار سال آمده بود، یک فیلم میخواست جور کنم. ما که فیلمش ما کامرمنی میکردم. باز ما یک پلان داشتیم که یک فیلم جور کنیم در باره مافیای افغانستان، به خاطری که در نظر مردم اینجا نمیای، اما مافیا افغانستان بسیار کلان است. سو دومو یک پلان داشتیم فیلم جور کنیم، اما یک کمکی وقت میگیره. وقتی افغانستان هم خطر داره، باز یک ذره پیسه هم زیاد کار است. سو پلان ما موست، باز میبینیم دیگه که چی وقت جور میشه. خب اصلا کار فیلمسازی خو مشکلات خود داره، نه تنها در افغانستان، در اکثر کشورها. باز یک فیلم سینمایی وقتی یک فیلم خوب سینمایی وقتی که جور میشه، همیشه وقت گیر است. ممکن یک فیلم در یک سال جور شه، ممکن یک فیلم در دو سال جور شه. اکثر
کوشش شما در چی است که مثلا در مورد فیلم که جور میکنین این با یک مدت کم میخوای جور کنی یا یک مدت بیشتر مثلا برای یک سال یا دو سال میخوای یک فیلم خوب جور کنی؟ شوتینگش؟ آره شوتینگ یک فیلم. I don't know what to say. هر فیلم دیفرنت است. اگر فیلم کم وقت میگیره، اما اگر فیلم زیاد وقت میگیره، اما اگر دستی ما باشه کم وقت خوبتر است. بخاطر اگر کم شوت کنیم و کم پیسه خرج میشه. اما یا it depends on the movie. اگر فیلم 5 سال میگیره که رو جور کنیم. بله. اگر فیلم میگیره 6 ماه. این فیلمی فیسس ما در 6 هفته شوت کردیم. 6 هفته. 6 هفته شوت کردیم. باز 2 ماه متنایی رو ادیت کردم. سو هر فیلم از خود فرق داره، اما اگر وقت زیاد باشه بهتر است، به خاطر اینکه هر چقدر وقت زیاد باشه موقع بهتر شات است، موقع بهتر اکتینگ لایتینگ، وقت زیاد باشه خوب است، اما باز پیسیش زیاد میشه. سو it's complicated. Yeah. خب هم وقت گیر است، هم یک مقدار زیاد پیسه مصرف میشه به خاطر تهیه از این فیلم. اگر امکان داشته باشه من 10 سال میگیرم که یک فیلم جور کنم، پرفکت جور کنم. اما it always costs money to do it for long. اکبر جان تو نظر داری که در آینده مثلا یک تعداد زیاد افغانای ما میخوای مثلا در بخش هنر فیلمسازی کار کنن، آیا امرای از اونا یکان همکاری میکنی؟ صحبت کردی که در آینده مثلا تعداد زیاد افغانای ما بعد پیش خودت مثلا به ارتباط فیلمسازی از خودت نظر بگیره، مشوره بگه، خودت با اونا همکاری کنی؟ همکاری من زیاد میکنم. در فیسبوک مسیج میگن دفعه از یک افغانای ما، از بسیاری از افغانستان میای مسیج که سلام، اما ما کارش کمک میتونم، من کمک از طرف خود میکنم بیسیکلی. اما فور ناو all I can do is give advice. تنها ادوایس دادم میتونم، سو آی دو ایت. آیا تو گاه شده که مثلا از همین بچه های افغانستان ما کسی در هالیوود اونجا رفته باشه، کدام فیلم تهیه کرده باشه یا در نقش بازی کرده باشه در یکی از فیلم ها در هالیوود آمریکا؟ بله، یک از بچه هاش میشناسم، نامش نورین است. در یک فیلم بود، نام فیلم بردوینر بود. او فیلم هم در آسکار نامینیت شده بود و در فیلم هم انجلینا جولی و بسیار یک چند اکترهای کلان دیگه هم بود. سو اما یک چند بچه های دیگه هم هست. بسیار خوبی، کلان موفقیت است. همتانای عزیز باید خدمت شما به عرض برسانم که یک موفقیت خیلی بزرگ است برای همتانان عزیز ما که این نورین جان جوان بااستعداد است. اینا در یکی از فیلم هایی که با اسکار کاندید شده بود با انجلا جولی، هنرمند یا ستاره موفق هالیوود، یک جای نقش داشتن ولی متاسفانه اسکار از خود نکردن. این یک موفقیت بسیار بزرگ در عرصه سینما برای افغانستان عزیز ما است. یک سوال دیگه هم است اکبر جان که امی از نظر خودت امی فیلم اندستری افغانستان چه فکر میکنی؟ حالا اکثرا فیلم ها در افغانستان زیاد تولید میشه، به نمایش گذاشته میشه، اما این فیلم ها هیچ نوع پول به دست نمیارن، عواید به دست نمیارن. آیا این فیلم ها آخر شکست نمیخورن؟ من فکر میکنم که اندستری افغانستان it all depends on what's going to happen to a country. امیالی هم اگر یوتیوب بریم افغان فیلم نشته کنین، بسیار فیلم ها میاید، کوالتیشان اوقع خوب نیست به خاطر که اوقع وسولیت و چانس ها ندارن. اما it's gonna depend on که ملک اگر آباد شد فیلم هم کوالتیش خوبتر میشه، و فیلم هم کوالتیش خوبتر شد باز مردم میاید سعی میکنه. I think the reason که فیلم اندستری افغان امیالی اوقع کلان نیست به خاطر کوالتیش خوب نیست. So yeah, I think it's gonna take some time, but I'm hopeful. I think in about 20 to 25 years شاید ما هم به بالیوود برسیم اگر ملک آباد باشه تو. بله بله. خب مشکلات امنیتی است، چالش ها بسیار زیاد است در افغانستان و فیلم هایی هم که در افغانستان تولید میشه اکثر فیلم های افغانی اوقدر بیننده در افغانستان هم نداره.
اکبر جان، هم اکثر تلویزیونایی که در داخل افغانستان است، این تلویزیون ها بیشتر مثلا فیلم های هندی، ایرانی، ترکی یا فیلم های امریکایی را نمایش میده. اگر هم فیلم های افغانی خود ما را بیشتر اینا نمایش میده، همین از نظر شما چطور است؟ کار خوب است؟ باید حتما نمایش بده؟ بسیار کار خوب است. به خاطر فیلم 80% مارکتینگ است. فور اگزمپل، ما تلویزیون را داغ میکنیم، یک چنل شاروخان، دیگر چنل شاروخان. مردم امیر، that's how people get invested in movies and actors. اگر فیلم کس نشان نتا، like you're just not gonna know about it. So من فکر میکنم اگر فیلم های افغان ها را بیشتر در چنل های افغانی نشان بده، it's gonna be very good for our own artist. بله بله. به عنوان سوال آخر میخواستم علی اکبر جان پرسان کنم که خودت من حیث نویسنده فیلم، دایرکتر فیلم، ادیتور فیلم، که همه مسئولیت های مثلا یک فیلم به دوش خودت است، در 10 سال آینده خودت چی فکر میکنی که باید در 10 سال آینده موقفت در کجا باید باشه؟ امید من امیز که در 10 سال بعد من یک دایرکتر نویسنده باشم. امیزی پشن من امی داستان و دایرکتینگ است و ای ادیتینگ و کامرمنی او را از مجبوری میکنم به خاطر که ارزان میفته اگر کار خودم کنم. اما 10 سال بعد امید امیز که یک دایرکتر شوم. اکبر جان بازم تشکر از شما که در استودیوی تلویزیون هزار آورد تشریف آوردین و با ما صحبت کردین. تشکر از شما. تشکر به شما. Thanks for having me. بنیدای بسیار عزیز و گرامی، این بود صحبت و گفتمان ما با علی اکبر جان که اینا هم نویسنده هستن، نویسنده فیلم هستن، هم دایرکتر فیلم هستن، هم ادیتور فیلم هستن. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. تا برنامه آینده همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. شب و روز همتان خوش و بخیر.